بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بینندگان عزیز، علاقمندان برنامه قرآن و حدیث، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله برنامه های قبلی بازم خوشحال هستیم در خدمت شما عزیزا قرار داریم. امیدوار هستم ماه مبارک رمضان به خیر سپری شه با طاعت و عبادت. بحث سوره مبارکه نبأ است. بخش اولی سوره که درباره قیامت بود، این در برنامه قبلی تمام کرده بودیم. در این درس از آیت علم نجعل الارض مهادا بحث آغاز میکنیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. الله متعال در سوره مبارکه نبأ بعد از اینکه از قیامت یاد میکنه، چون نامی سوره هم نبأ است، بخش دوم این سوره دلایل قدرت وجود الله است. دلایلی را الله ذکر میکنه در این سوره که این دلالت میکنه به اینکه الله ذات قادر است. برای منکرین بعث، برای کسایی که از زنده شدن بعد از مرگ اینا انکار میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین را مانند فرش هموار نکردیم؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، و کوها را مانند میخها. در زبان عربی وتد میخ میگن، یعنی کوها مثل میخ هاست. خاصیت میخ همیست که وقتی که یک جای میخواییم که حرکت نکنه، شور نخوره، باز میخ میزنیم که خوب محکم شد. زمینم بالای، ببخشین، کوها بالای زمین مثل میخ است. اگر کوها نباشه زمین اهتزاز پیدا میکنه، حرکت میکنه. این را علمای جغرافیا میفهمن، علمی اونها میفهمند که فایده ای کوها در زمین چی است. و این اعجاز قرآن کریم است که اینجا شباهت داره، داده کوها را با میخ. خاصیت میخ هم همیست وقتی که میخ شما میکوبین، زیاد قسمتش داخل میباشه، کمترش بیرون میباشه، و حتی بعضی حالات میخ تا آخر انسان میکوبه. و کوها هم که در زمین است، قسمت زیادی کوها داخل زمین است، قسمت کم کوها بیرون برآمده. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، و کوها را مانند میخها. و خلقناکم ازواجا، و خلق کردیم شما را جفت جفت، مرد و زن. اینمی خودش یک آیت و نشانت نیست؟ نشانه قدرت الله نیست که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، مردم، ما شما را از یک مرد و زن پیدا کردیم. اول آدم و حوا، باز از هر دوی از او تمام انسان ها را خلق کردیم. الله متعال در آیت می فرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. که خودش بزرگترین نشانه و علامه قدرت الله است. شما را جفت جفت خلق کردیم. انسان است اما جنسش متفاوت. و جعلنا نومکم سباتا، و گردانیدیم خواب شما را راحت برای شما. این دیگه نعمت است و قدرت هم است. الله ذات قادر است. اگر خواب بر ما خلق نمی کرد و خواب نمی بود، انسان راحت نمی شد. ثبات معنایش چیست؟ یعنی راحت. راحت لابدانکم. شما اگر روز کار میکنین، مصروف هستین، شب استراحت میکنین، این خستگی هم از بین میره با استراحت کردن، با خواب کردن. خواب نعمت بزرگ است. اما در خواب افراد و تفرید نشه. چی معنا؟ نه ای که بیخوابی
او هم به بدن مضر است. النوم راحة للبدن وزيادة في العقل. نوم راحت به بدن است و زیادت در عقل است. انسانایی که خوابشان کم است، باز از نظر صحی هم اطباء اهل طب بهتر میفهمند. کسایی که نارام خواب هستند، خوابشان کم است، به جسمشان ضرر میرسانند. و خواب زیادم میگن النوم یولد من النوم، خواب از خواب تولید میشه، به ایمان خواب زیادم باز مضر است. چیزی که مناسب است در این تفسیری آیت براتون بگیم دوست عزیز، یک مرض است به نام مرض مس که خواب انسان را از بین میبره. خواب اصلا راحت به بدن است، اما کسی که به اون مرض مبتلا میشه او راحتی در خواب نداره. اصلش ایست که او اصلا خواب نیست، در خواب نمیباشه. مس چی است؟ علما میگن مس اذیت الجن للانسان من خارج جسده او من داخله. اذیت جن بر انسان از داخل جسد یا از خارج جسد. این ضرور نیست که جن حلول کرده باشد، یعنی مس بیرونی. انسان جن اذیت میکنه از بیرون و این شبیه یک مرض روانی است. من علامات از این میگم، شاید دوستای ما عزیزای ما که اگر به این مرض خدا اینا کرده کس مبتلا باشه، علاجش هم میگم. جایی داره در امی بحث تفسیر و جعلنا نومکم سباتا گفته شد، چون خواب نعمت پروردگاره، نعمت بزرگ است. اما این تعداد کسانی که مبتلا به مرض مس هستن، اینا خوابشان از بین میره. ظاهرا خواب میکنن، اما او خواب راحت به بدن نیست، چون اینا در اصل هیچ خواب نیستن، در خواب نمی باشن. خب این مس به تعریفش آشنا شدین شما که مس چی را میگن؟ اذیت الجن للانسان من خارج جسدی و من داخلی. بازی چهار قسم است: مس کلی، مس جزی، مس دای، مس طایف. علامات عمومی این مرض است که انسان چون حواسش جن خراب کرده، شبیه یک مرض روانی شده ای شخص. به این خاطر تغییرات و ناگهانی در وجود شخص میاد. در کتاب ها نوشته میکنه از علامات مرض مسیح که تغییر و مفاجئ من الحب الى الکراهیه. تغییرات و ناگهانی در وجود شخص میاد. هیچ کس نمیتونه این شخص بشناسه از وقتی که در این مرض مبتلا میشه. تغییرات و ناگهانی به این معنی که من الحب الى الکراهیه، یک چیز خوش داره دفتن بدش میاد. من الصحه الى المرض، صحتمند است دفتن مریض میشه. من العباده الى المعصیه، طاعت میکنه، عبادت میکنه، قرآن میخونه، نماز میخونه، دفتن به طرف گناه روی میره، مثل که چیزی مانع شه. من الصحه الى المرض، صحتمند است دفتن مریض. من العباده الى المعصیه دیگه، من الفرح والسرور الى الحزن والضيق. خوشحال است، هیچ مشکل نیست، اما دفتن جگر خون میشه، دلتنگ میشه بدون سبب. این میگن تغییرات مفاجئ یا تغییر ناگهانی. من الحلم الى الغضب، با صبر است، با حوصله است، هیچ مشکل نداره، دفتن غضب میشه، احساساتی میشه. خب یک چیز دیگه هم مون که من الصحه الى المرض، صحتمند است دفتن مریض میشه. یک جایش درد می بدون سبب. اگر جگر خون میشه بدون سبب. انسان یک چیزی را که بشنوه که جگرخون کننده باشه، خود جگرخون میشه، اما این بدون سبب دلتنگ میشه، جگرخون میشه، زود احساساتی میشه، غضب میشه. در کتاب ها نوشته میکنه که این انسان بسیار سریع الغضب میباشه. تصامیمی که میگیره عجولانه است، غیر ارادی است، کارای انفعالی میکنه. نوشته کرده که یتصرف تصرفات لا ارادیه، کار انجام میده ارادی نیست. و غالبا یندم على ما فعل، غالبا پشیمان میشه به کاری را که انجام میده. اینی علامات اگر در وجود کسی است، بسیار علاج آسانه برشون میگم. اینا باز اصل بحث ما در خواب بود، علایم در خواب چی است؟ یا علایم در بیداری بود. در خواب علامت بارزش ایست که این شخص خواب آرام نداره. خب فکر میکنم که وقفه داریم، بعد از وقفه باز علایمی که در خواب
یعنی کسی که مبتلا به مرض مس است، علائم در خواب چیز، انشاءالله بعد از وقفه در خدمت هستیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. خب دوستای عزیز، بحث ما در مورد علامات مس بود. ایره به خاطر این بحث داخل ساختیم در درس تفسیر قرآن کریم که اصل اگر انسانی که سالم است، صحتمند است، خواب راحت به بدنش است. اما کسانی که مبتلا به مرض مس باشند و یقینا اکثر مردم به این مرض مبتلا هستند، اونها باز خوابشان راحت نیست. در علایم گفته شده، علایم خواب، اول که اینها کثرت الاستيقاظ باللیل، اینا شب زیاد بیدار می باشند، شب بیدار می باشند و تا وقت شب اینا فکر می کنند، چرت می زنند تا که حالت استرخا برشان بیه، یا به اصطلاح عام مردم که میگن بیال شاید بازم تو نفهمه که خواب ببریش، تا وقت هر قدر کوشش میکنه خواب بکنن نمیتونن. حتی بعضی از این کسانی که با مرض مس مبتلا هستن دوای خواب استعمال میکنن، اما باز هم خوابشان نمیبره، تا وقت فکر چرت میزنن. خب وقتی که خوابشان برد، در خواب چی است علائم؟ اینا دندان خود میچون، نالش میکنن، فریاد میکشن، سراخ در عربی اومده بلند صدا میکنن، گریه میکنن، خند، حالات مختلف هستن. حتی در کتاب نوشته کرده که ان یقوم یمشی و هو نائم دون ان یشعر، در خواب میخیزه راه میره بدون از اینکه بفهمه. شاید شما شنیده باشین بعضیا در خواب راه میرن، گپ میزنن، صحبت میکنن. دیگه نوشته کرده که اینا کوابیس زیاد میبینن در خواب. کوابیس چی را میگن؟ ان یرا الانسان شیئا یضایقه فی المنام، چیزی را در خواب میبینه که بسیاری را دلتنگ میسازه. و هو یرید ان یستغیث فلا یستطیع، میخواید ای فریاد بکشه، چیغ بزنه، خو نمیتونه. به اصطلاح عام مردم سیاهی پخشش کرده. یا دیگه علایی بشه گفته شده که یرا فی المنام کانه یسقط من مکان عال، در خواب میبینه مثل که از یک جای بسیار بلند بیفته. خب این علائم زیاد گفتن در این کتاب ها. خود خلاصش این است که کسایی که به مرض مس مبتلا باشن، اینا خوابشون راحت نیست، در خواب در اصل نیستن. اینا در خوابای وحشتناک میبینن، حیوانات تا گفته شده در خواب میبینن، پشک، ماره، هر قسم چیزها را، یا راهای وحشتناک، انسانهای عجیب غریبه در خواب میبینن. صبح که میخیزن مثل که شب تا به صبح کار کرده باشند، خسته، مانده، زله، از طرف روز سردرد، در عربی صداع میگن، سردرد میباشه، هر قدر دوای مسکن هم بگیره تأثیر نمیکنه. چرا؟ این خواب از اینا آرام نبوده. یعنی و جعلنا نومکم سباتا، این خواب یک نعمت بزرگ است و خواب هم مراحت به بدنهای شما قرار دادیم. این حال علاجی مرض هم بگیم، چون دوستای ما که علایم تعقیب کردن حتما در ذهنشان یه سوال می باشه که خیر ایرای حلشی چی است. این مس علاجش به ذکر الله است، به قرآن کریم. رقی شرعی را دوستای ما اگر در یوتیوب جستجو کنن، انشاءال رقیه های شرعی را زیادی از قرآن ما رقی شرعی خواندن با اصوات مختلف قرآن است. رقی باز مس است، رقی سحر است، رقی عین است، رقی شرعی را پیدا کنن. قبل از اینکه خواب میکنن برای مدت دو هفته رقی شرعی را بشنون، بعضی واجبات انجام بتن، از منکرات دور باشن، انشاءالله از مس جنی دور میباشن. چرا؟ در حدیث میاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که هر گانسان خواب میکنه شیطان سه گره میزنه، سه گره. این وقتی که از خواب بیدار میشه، وقتی که نام الله را یاد میکنه، یک گره باز میشه. وقتی که میره وضو میگیره، دوم گره باز میشه. وقتی که نماز میخونه، باز سه گره باز میشه. باز در این صورت این صبح که از خواب میخیزه بسیار نشید. اما برعکس، اگر یک کسی از خواب بیدار میشه وقتی که مو سه گره هست،
یعنی بسته شده. در حدیث میگه که بال شیطان فی اذنیه یا فی اذنی، شیطان در گوشای ازی پیشاب میکنه. به این معنی که صبح میخیده بسیار بدخویی، غیر نشید، نارام. شاید شما تجربه کرده باشین که کدام روزی که اگر نمازتان قضا شد از خواب بخیزین بسیار انسان بدخویی میباشه، اما نماز که انسان میخونه بسیار نشید، خوشخویی میباشه. این می بس مست است که اذیت بیرونی، چون با هر انسان یک جن میباشه. در حدیث آمده که ما منکم من احد الا و معه قرین من الجن و قرین من الملائکه، هیچ یک از شما نیست مگر امروز یک قرینی از جن است و قرینی از ملائکه است. و این قرین جن انسان همیشه به کارهای بد منع میکنه، از طریق قرین هم انسان اذیت میشه و از طریق دیگم یک مرض است که انشاءالله قابل تشویش نیست، ای علاج میشه. خلاصه ای که و جعلنا نومکم سباتا، خواب از نعمت های بزرگ است که الله اینجا بیان میکنه که خواب راحت به بدن هایتون قرار دادیم. و جعلنا اللیل لباسا، و گردانیدیم شب را مانند لباس، مثل که لباس بدنتون میپوشانه، شبم سیاهی شب همه انسان ها را در بین خود می پوشانه. و این شب یک نعمت بزرگ است. جای دیگه قرآن کریم اشاره می کنه که قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه، بگو برشان اگر الله تا روز قیامت روز همتو براتون دوامدار داشته باشه، من الهون غیر الله یأتیکم بدیا، کی از معبود بغیر از الله که براتون روشنی بره کسی آورده میتونه؟ فکر کنین هیچ صبح، هیچ دیگه شب است، هیچ صبح نشد، هیچ روشنی نامد، کسی آورده میتونه؟ الله است. بعدا میگه قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، که آیت بعدی و جعلنا النهار معاشا، و گردانیدیم روز به خاطر طلب معیشت. روز هم یک نعمت است. اگر الله متعال تا قیامت همینطور روز دوامدار بسازه و هیچ شب نیایه، کسی است که شب بیاره؟ من الهون غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه، کیست معبود غیر از الله که برای شما شب بیاره که در او شب شما ساکن شین، آرامش پیدا کنین؟ خودی شب به خاطر سکون و آرامش است که جای دیگه هم لتسکنوا الیه آمده، تا به شب آرامش پیدا کنین. آرامش انسان در شب است. و ای از جمله نشانه های بزرگ قدرت الله متعال است روز و شب. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بنا کردیم بالای شما هفت آسمان محکم. این از یاد معلوم میشه که آسمان هفت طبقه داره. این که ما نمیفهمیم، ما این را درک کرده نمیتونیم، جدا مسئله است، اما این وجود داره، ما یقین داریم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، هفت آسمان. و من الارض مثلهن، هم آمده از زمین هم مثلش هفت طبقه است. و در مورد از این که آیا آسمان اول پیدا شده یا زمین، آیات قرآن کریم این را بر ما بیان میکنه که اول آسمان ها و زمین همه در شش روز خلق شده. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، ما آسمان ها و زمین و ما بینش در شش روز خلق کردیم. و ما مسنا من لغوب، در سوره مبارکه قاف می، ما آسمان ها و زمین در شش روز خلق کردیم و آنچه ما بین ای دو است، و بر ما هیچ خستگی و ماندگی نرسید. ای رد بود به قول یهود کنا گفتن الله متعال در شش روز، در شش روز هفته آسمان ها و زمین خلق کرد، باز در آخر هفته استراحت کرد، مانده شد.
الله متعال ردن به قول یهود میفرماید که ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، ما آسمان ها و زمین و ما بین ایدورا در شش روز خلق کردیم و ما مسنا من لغوب، به ما هیچ خستگی و ماندگی نرسید. خب شش روز آسمان ها و زمین شد، حالا اول زمین خلق شده یا آسمان؟ هو الذي خلق لكم في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اینجا معلوم میشه از یاد که هو الذي خلق لكم في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، این معلوم میشه که اول زمین خلق شده، باز الله قصد کرده به خلقت آسمان ها. دو روز زمین خلق شده، دو روز آسمان ها، و دو روز دیگه ما بین آسمان ها و زمین چیزهایی که قرار بوده و خلق شد. سبحان الله، انسان وقتی که دهی فکر میکنه دهی بزرگی کائنات، باز اینجا عقیده و ایمانش قوی تر میشه. جای دیگه هم در قرآن کریم که در سوره مبارکه نازعات میه، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ان شاء الله ادامه بحث بعد از یک وقفه، فباز هم در خدمت هستیم. خوش آمدین به ادامه برنامه دوستان عزیز. در بخش حدیث، حدیثی قبلا در برنامه گذشته به شما گفته بودیم، مختصر شرح میکنیم، باز احادیث دیگه هم داریم به شما، انشاءالله در خدمت هستیم. امیدوار است میبخشم از ابتدا تا به انتها تعقیب کنین. حدیثی که قبلا در برنامه گذشته گفته بودیم، فضیلت طول عمر با حسن عمل، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میروانی میکنن که خیر الناس من طال عمره و حسن عمله، بهترین انسان ها کسی است که عمرش طولانی باشه و عملش نیکو باشه. قبلا مختصر موضوعات در این مورد ما گفته بودیم، اما شرح اساسی این حدیث مانده بودی که اعمار ای امت نسبت به امتهای دیگر کمتر است. شما حتما حدیث خواندین که همین قسم که جسامت امتهای قبلی بزرگتر بود، عمرهای از اونا بیشتر بود. شما ببینین قوم عاد چقدر قوی هیکل بودند، قوم ثمود همین قسم، تا که نسلها به پشت سر می، اما قدر باز هم از نظر شکل ظاهری جسامت از اینا کوچکتر میشه و عمرشان هم کوتاه‌تر میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مهربانی میکنن که اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اعمار امت ما بین 60 الی 70 است، و اقلهم من یجود ذلک، و کمتر از امتون کسایی است که از امی عمر اینا تجاوز کنند. یعنی غالبا، اینجا غالبا گفته شده، اعمار امت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از 60 الی 70 است. یعنی کمترین کسایی است که از 60 یا از 70 اونا تجاوز کنند. مثلا یک نفر 80 ساله یا 90 ساله یا 100 ساله بمیره، اما غالبا 60 الی 70. و این عمر که انسان در 60 میرسد، اگر بعد از او هم باز او عمر ارزل العمر از دیگه است، از 60 یا از 70 اگر بالا شد، باز او عمر هم عمری از دیگه که انسان در او عمر نمیتونه، ذهن درست کار نمیکنه، صحت سلامتی انسان به او شکلی نیست مثل که در شباب و در جوانی است. به می خاطر ای طول عمر که گفته شده، نهایتش هم در حدیث تعیین شده که نهایتش چی وقت است؟ 70 70 60 الی 70.
اینا عمر طولانی نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آلمون 60-70 از او طرف دیگه باز او عمرم شاید در ارزل العمر قرار بگیره الا ماشاءالله اگر استثنایی وجود داشته باشه که در ارزل العمر باز او عمری است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله پناه برده که مرا در ارزل العمر نرسان. ارزل العمر که انسان میرسه باز او مثل طفل میشه، شیخ فانی که میگن. حال دوستای عزیز خودتان فکر کنین که عمر کوتاهی که ما داریم و طول عمر ما چیز نهایتش 70 و نظر به این حدیث گفته شده بهترین انسان ها کسی است که عمرش طولانی عملش نیک باشه. حالا ما خودمون یک محاسبه کنیم که چقدر عمر ما را ضایع کردیم. حاسبو قبل ان تحاسبو، عمر رضی الله عنه میفرماید که شما محاسبه کنین با خود قبل از اینکه محاسبه شوین. چقدر عمر ما بیفایده ضایع میکنیم. نعمتان مغبون فیه ما کثیر من الناس، دو نعمت است که اکثر مردم از این غافل می باشد، از صحت و الفراغ، صحت مندی و فراغت و بیکاری است. اصلا ما در جستجو هستیم که چطور وقت بگذره، در خوشگذرانی می خواهیم وقت قیمتی خود ضایع کنیم. الوقت که سیف الا لم تقطعه یقطعك، وقت مانند شمشیر است، اگر او را قطع نکنی تو را قطع میکنه. ما در کارهای بیهوده بیمعنا مصروف میشیم و این وقت طلایی خود را ضایع میکنیم. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، حسن اسلام شخصی است که چیزای لایعنی را ترک کنه. وقتی باز این عمر با برکت می باشه که عمل نیک انسان داشته باشه. در غیر از او مثل که درباره منافقین قرآن کریم میگه فما ربحت تجارتهم، تجارتشون فایده نکرد. بازی عمر به انسان هیچ فایده نمی رسونه. خوشا به حال کسانی که عمر خود در طاعت و عبادت سپری میکنن. هم لذائذ فراموش میشه، ولیکن چیزی که باقی میمونه نزد الله امو صالحات است. المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، قرآن بیان میکنه. این مال، پسران، یعنی اولادهای کل زینت حیات دنیا است. چیزی که باقی میمونه نزد الله چی است؟ اعمال صالح است. یعنی شرح حدیث همی بود که انسانهایی که عمرش طولانی است، معنا و مفهوم حدیث بخشین این بود که انسانهایی که عمرش طولانی است و عملش نیک است، ای از جمله بهترین انسان هاست. بنان رد از به قول کسانی که میگن که انسانهای خوب زود گرفته میشه. نه خیر، کسی که زود گرفته میشه، شاید انسانهای نیک هم بعضی ها باشن که زود وفات کنن، اما انسانهای نیکو هموست که عمرشان طولانی است و عملشان نیک میباشه. حدیث دیگه که خدمت شما ارائه میکنم در مورد اجتناب از حسد است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث مهربانی میکنند که حسد اعمال انسان قسم ضایع میکنه، از بین میبره، مثل که آتش هیزم میخوره. به این خاطر در حدیث میفرمان که ایاکم الحسد، شما حذر کنین از حسد. فان الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکی ها را قسمی از بین میبره مثل که آتش هیزمه. یا شک راویست که عشب گفته، حطب هیزمه می عشب همون چیزی که سوختانده میشه، گیاه هست یا هیزم. حسد چی را میگن؟ اول دوستای عزیز ما باید معنای حسد بفهمن. حسد انواع و اقسام داره. یک نوعش امیست که انسان تمنای زوال نعمت یک شخص میکنه. به یک شخصی الله نعمت نصیب کرده، اما یارزو میکنه که الله امو نعمت از او بگیره به ما بده. تنها تمنای زوالش نمیکنه، تمنا میکنه که الله از او این نعمت بگیره و او را به من نصیب کنه بده. این میگن حسد، یک نوعش. دوم نوع حسد ایست که انسان تمنای زوال نعمت یک شخص میکنه ولو که به این شخص نرسه.
مثلا فکر کنید کس در یک موقف قرار داره، در یک مقام است، یک نعمت الله برش نصیب کرده، شخص دیگه آرزو میکنه که الله امی مقام و موقف از او بگی به ما بده، اینه میگن حسد. یا اگر به خودم نخواه مطلق تمنا کنه که شخص از این موقف و مقام بیفته، ایرم میگن حسد. هر دوی از این حرام است، جواز نداره. و نظر به این حدیث، حسد اعمال نیک انسان قسمی میخوره مثل که آتش یه زمه بخوره. با کسی حسادت نکنین باید. از جمله گناهان کبیر است حسد و کینه. سیوم قسم که باز غبطه است جواز داره، ایره اول حالت شیست که یک شخص تمنای نعمت یک کس همیه، زوالش نه. الله به یک کسی یک نعمت داده، میخواییم که مثل از او امو نعمت به یم داده شد. مثلا یک کسی عالم است، میخواید که الله مثل از او بر از یم علم ده. یک کسی مال داره و مال خود درای الله انفاق میکنه، یم میخواید که الله بر من مال بده، امو قسم که من درای الله انفاق کنم. ای باز حسد نیست، مثل که در حدیث میگه که لا حسد الا فی اثنتین، حسد نیست مگر در دو چیز. رجل آتاه الله القرآن، شخصی را الله قرآن نصیب کرده، فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار، ای شخص شب روز به قرآن قیام میکنه. کس دیگه میبینه که ای شخص قرآن الله برش داده، شب روز با قرآن است، ای کاش به من این نعمت نصیب کنه. اینی غبطه است، ای جایز است. و رجل آتاه الله مالا، شخصی را الله برش مال نصیب کرده، فهو یقوم به آناء فهو ينفقه آناء الليل و آناء النار، ای شخص مال خود در شب و روز در راه الله خرج میکنه. شخص دیگه میگه چه خوب انسان سخی است، الله بر به ما هم مثل از این مال نصیب کنه، در راه الله انفاق کنم. پس ای جایز است، ای حسد نیست، ای را غبطه میگن. ای کاش که ما همی غبطه را داشته باشیم. ما خود متنافس ما، سبقت ما در مادیات از زیاد. اگر یک نفر بلند منزل جور کنه، دو منزل جور کنه، ما هم کاش که داشته باشیم سه منزله جور کنم. اما در معنویات این سبقت نیست، اصل مسابقه نمیست. وقتی که الله متعال از جنت در قرآن یاد میکنه، باز میفرماید که فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، میگه در این باید کسایی که تنافس دارن، مسابقه دارن، در این باید تنافس کنن. خب دوستای عزیز، امیدوار هستم از این بخش هم استفاده کرده باشین. بعد از یک وقفه باز هم در خدمت قرار میگیریم. خوش آمدین به ادامه برنامه. دوستای عزیز، در بخش احکام آداب وضو را بحث میکنیم، چون در برنامه قبلی نسبت زیقی وقت ما نتونستیم آداب وضو را بحث کنیم. یک مقدمه در مورد آداب داشتیم که آداب جمع ادب، و ادب در وضو از مستحبات است، یعنی ترک از این ضرر نداره اگر کسی یکی از این آداب ترک کنه. اما بعضی علما در بعضی آداب ترک آداب باز مکروه گفتن. خب به هر صورت آداب از مستحبات است، انجام دادنش ثواب، ترک کردنش گناه هم نیست و ضرر هم به وضو نداره. اما بهتر است این آداب در نظر گرفته شود. اول از این آداب وضو است که شخص وقتی وضو میگیره رو بروی قبله قرار بگیره، چون بهترین مجالس همون مجلس است که انسان رو بروی قبله باشه. و در حدیث میگه که به هر چیزی سید است و سید مجالس رو بروی قبله قرار گرفتن است. در حالت وضو کسی اگر می باشه، وضو می گیره به طرف قبله، اگر میسر باشه، اگر نباشه باز مشکل نیست، آداب هم است. با استثنای حالت استنجا که او خارج از وضو است، می خاطر اگر در وضو شامل میشه، اما در کتاب فقه استنجا یک بحث جدا است. بعد از اینکه کسی وضو میگیره اول استنجا میکنه، بعد از اینکه وضو را آغاز میکنه بهتر است رو بروی قبله باشه، از آداب است.
وهي باز حتی نزد بعضی علما، نزد شافی ها و حنبلی ها از جمله سنت ها گفته شده رو برای قبله قرار گرفتن. دوم، عدم استعانت به غیر است. چی معنا؟ وقتی که وضو میگیرین کوشش کنین در وضو گرفتن از کسی کمک نخواین، به خاطر از این که اینجا هر قدر انسان در طاعت و عبادت مشقت تحمل کنه اجرش بیشتر است. منظور است که یک کسی اگر وضو میگیره مثلا آفتابی آب است، خودتان میگیرین وضو میگیرین از کسی که کمک نمیخواین، اما بعضی ها اگر در عذر واقع باشن، مریض باشن، باز از کسی کمک بخواین، این مشکل نیست. حتی در غیر مرض هم خلاف آداب است، وضوش صحیح است، اما بهتر از آدابی است که انسان از کسی دیگه کمک نخواه. اگر عذر باشه مشکل نیست، مثل که حضرت مغیره ابن شعبته روایت میکنه که در یک سفری بودیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم، و غالبا فکر میکنم که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض هم بودن، خود سفر خودش یک مشقت است. باز در اونجا در وقت وضو میگه حضرت مغیره آب میگرفتن میانداختن و رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو میگرفتن. در حالت عذر جایز است و خلاف آداب هم بودن میتونه، اما در غیر عذر بازی خلاف آداب است که کسی از کس دیگه کمک بخواه. بهتر است در وضو گرفتن از کسی کمک نخواه. سیوم، از آداب وضو امیست که مزمزه و استنشاق به دست راست باشه. چرا؟ از روایت ثابت شده که در امور مکرم وقتی ما شما طعام میخوریم، ببینین نان میخوریم، غذا میخوریم به دست راست، مینوشیم به دست راست، اما امور غیر مکرم به دست چپ. تعداد زیادی از دوستای ما شاید همین آداب نفع من متاسفانه زیاد خونه میبخوی. یک تعداد دوستایی که از حدیث خبر ندارن که حتی به دست راست کسی به دست چپ اگر میخورم مینوشه، مکروه است و شباهت به شیاطین گفته شده. چون در حدیث میگه که امون قسم که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک پسر که در خانش بود به نام عمر، و او فکر میکنم پسر ام سلمه رضی الله عنها بود است، شوهر اولیش، بازی وقتی که طعام میامد میرفت میدوید طرف طعام، از هر جای از ظرف غذا میخورد، باز رسول الله صلی الله علیه وسلم برش میگه که یا غلام سم الله، ای پسر بسم الله بگو، و کل بیمینک و کل مما یلیک، به دست راست بخور و از جایی که نزدیکت از بخور. این به دست راست. و در حدیث دیگه میگه که اگر شما به دست راست بخورین و بنوشین، به خاطر که شیطان به دست و به دست چپ شما نخورین و ننوشین، چرا که شیطان به دست چپ میخوره و مینوشه. بنان کسی که دهن خودم میشویه، بینی خودم میشویه، این آب انداختنش به دهن آب میاندازه به دست راست، به بینی خود آب میاندازه به دست راست، اما افشاندن بینی باز به دست چپ باشه. این هم از آداب وضو است. اما اگر خلاف آداب کسی وضو میگیره، این وضوش ضرر نداره، یعنی وضوش صحیح هست، اما خلاف آداب عمل کرده. از جمله آداب وضو است که کسی اگر در دستش انگشتر است، انگشتری که وسیع است، اگر حرکت هم نته آب میرسه. یا ما گفتم میتونیم در اون زمان خود ساعت نبود، مثلا کسی در دستش ساعت است، وقتی وضو میگیره بعضی ساعت هاست که در اون آب نمیره. خب غالبا بعضی ساعت ها در وقت وضو کشیدن، در وقت وضو کردن ساعت هم میکشن از دست خود. خب بعضی ساعت ها ضد آب است، آب در اون نمیره. وقتی که وضو میگیره اگر در زیر بند ساعت مثل انگشتر آب میره، بندش وسیع است، هیچ مشکل نیست که نکشم، وضوش صحیح است. اما از آداب امیز ولو که وسیع باشه، انگشتری که وسیع است، باز اگر زیر آب هم میره بازم
از آداب موس که او را حرکت بته. فقه ها یک حدیث دلیل میگیرن که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که وضو میفتن کانا اذا توضا حرک خاتمه، وقتی وضو میگرفتن انگشتر خود حرکت میدادن. اما این حدیث ضعیف است، لیکن روایت دیگه ای را تقویه میکنه که خصوصا ای اصلا قول عمل اصحاب است. مثلا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما اونا میگه وقتی که وضو میگرفتن در مورد از اونا گفته شده که کان اذا توضا حرک خاتمه، وقتی وضو میگرفتن انگشتر خود حرکت میدادن ولو که وسیع است. اما اگر انگشتر وسیع نباشه، تنگ باشه، باز او مانع از وصول آب شد، در اون صورت بازی فرض است که باید انگشتر چی شد؟ دور شد، چون شستن دست ها در فرایض وضو می باشه. یکی شستن دست ها تا بند دست است که در ابتدا سنت است، اما مطلق شستن دست ها در فرایض است. بنابراین اگر انگشتری که زیق است، تنگ است و مانع وصول آب میشه، او فرض از دور شه. اما انگشتر وسیعی که مانع وصول آب نمیشه، در زیرش آب میره، بازم از آداب هم ایست که حرکت بده. پنجم از آداب وضو ایست که شخص قبل از اینکه وقت داخل شه وضو بگیره، یک انتظار داره دیگه، نماز بعد از نماز. مثل که در حدیث می علا ادلکم علا ما یمحو الله به الخطایا و ارفع به الدرجات، ما شما را دلالت نکنم به یک چیزی که توسط از اوی الله خطاها را گناه ها را محو می کند، درجات بالا می کند. او چی است؟ چند چیز است از جمله. اول اسباغ الودو علی المکاری است، کثرت الخطا الى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار نماز بعد از نماز. این نشان میده که یک نفر بسیار علاقمند است به ملاقات الله، به مناجات با الله. بنان کسی که وضو میگیره قبل از اینکه وقت داخل شه، ای از آداب است، ثواب داره، اجر داره. اما به استثنای شخص معذور، شخصی که معذور است نمیتونه وضوی خود نگاه کنه، و حکم ازی در فقه اسلامی باز جدا بحث شده، انشاءالله در سلسله بحثای فقهی اگر وقت بود به او میاییم، که باز او هر وقت که وقت خارج میشه وضویش باطل میشه، به هر نماز او باید وضو بگیره. به غیر معذور کسی اگر قبل از اینکه وقت داخل میشه وضو میگیره، ای از آداب است، بهتر است و از فضایل میباشه. همچنان از جمله آداب وضو نشستن در مکان مرتفع است. یعنی کسی که وضو میگیره بهتر از در جای بلند بشینه، به خاطر از این که لباسای از این ملوث نشه. خصوصا در یک جایی که اگر وضو میگیره امکان داره که زمین در اون نجاست باشه، احتمال از این میره. اگر به یقین میدانه او خوب از ناجایز است، باید تو را ازاره کنه، او جدا مسئله است. اما از آداب، ولو که جای پاک است و ترس از زمین هم نباشه، باز هم بهتر است ادبا که شخص در مکان مرتفع جای بلند وضو بگیره، ای از آداب است. اگر میسر نباشه باز ای مشکل نداره. از جمله آداب وضو عدم تکلم به کلام دنیوی است در اثنای وضو. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه کسی اگر در اثنای وضو صحبت میکنه، باز این از دعاهای معصور مشغول میسازه. انشاءالله که اینم در آخر باز بحث میکنیم، دعاهای معصور باز کدام دعاها خوانده شده یا بعضی دعاهایی که معمول از درست است نیست. خب به هر صورت یکی از آداب وضو همیست که شخص در اثنای وضو باید به کلام دنیوی مشغول نشه. انشاءالله ادامه ای آداب در برنامه های بعدی فراموش نکنید.